دیگران نیز بتونن نقش خودشونو در حراست از آزادی و ترقی خواهی در ایران ایفا بکنن. به نظر می رسید که اون پاکبازی ها و فدا کردن منافع خود در راه منافع مردم به هیچ وجه از چشمان بیدار مردم و فرزندان آگاه جامعه مخفی نمونده. اما آیا رژیم حاکم سدی بر سر راه نامزد شدن مسعود رجوی برای انتخابات ایجاد نخواهد کرد؟ از آنجا که مجاهدین در همه پرسی قانون اساسی خمینی شرکت نکرده و به آن رأی نداده بودند، به نظر می رسید که ممکن است ارتجاع همین را بهانه قرار دهد و برای جلوگیری از تشکیل جبهه نیروهای مترقی در مرحله ثبت نام مسعود رجوی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مانع ایجاد کند. از این رو مجاهدین پیشاپیش این موضوع را هم از شخص خمینی از طریق پسرش احمد خمینی و هم از وزارت کشور سوال کردند و آنها پاسخ دادند که از نظر قانونی منعی در مورد کاندیدا شدن کسی که به قانون اساسی رأی نداده وجود ندارد. واقعیت این بود که مجاهدین خواهان حفظ مسالمت و فعالیت مسالمت آمیز سیاسی بودند و می‌خواستند تا آنجا که امکان پذیر است از طریق مسالمت و مبارزه سیاسی و پارلمانی در چارچوب قوانین همین رژیم، یعنی با التزام به همین قوانین، آن را اصلاح کنند و تغییر بدهند. اما مسعود به اینم اکتفا نکرد و شخصا موقع ثبت نام این موضوع را با وزیر کشور وقت که در آن موقع همین رفسنجانی بود مطرح کرد. تاکید کرد که اگه قانون شما چنین اجازه نمیده، ما از ورود به این قضیه و ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری صرف نظر میکنیم. رفسنجانی هم گفتش که از نظر قانونی کسی نمیتونه متعرض کاندیداتوری شما بشه. رفسنجانی همینطور تاکید کرد که من این مطلب رو از موضع مسئولیتی که به عنوان وزیر کشور دارم به شما میگم. آیا در روز روزها که به زودی در انتخابات فرا میرسد آینده‌ای تازه برای ایران رقم خواهد خورد؟ آخرین ساعات ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در وزارت کشور بود. من این خوشبختی رو داشتم که در ملاقات برادر مسعود با وزیر کشور ایشون رو همراهی کنم. از اون ملاقات رفتار و برخوردی بغایت اصولی و ایدئولوژیک از برادر مسعود دیدم که فکر میکنم باید برای تاریخ بگیم تا با خطوط زرین ثبت بشه. در ابتدا که وارد سرسرای وزارت کشور شدیم، تابلو بزرگی دیدم که نوشته بود تالار سعید محسن و من رو به یاد شهید بنیانگذارمون انداخت و پیامی که برای مسعود به برادرمون عباس داوری گفته بود که ما شهید میشیم و تمام تعریف ها و تمجید ها نثار ما خواهد شد و تو میمونی و تمامی سختی های مسئولیت را به دوش خواهی کشید. واقعیت این بود که در جریان انقلاب کارمندان وزارت کشور خودشون اسم این تالار رو به نام سعید محسن که یکی از بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین بود گذاشته بودند و ارتجاع حاکم هنوز در موقعیتی نبود که بتونه این اسم رو هم مثل خیلی از اسامی مربوط به مجاهدین که بعداً تغییر داد عوض. برادر گفتن که در مدت کوتاهی که از پیروزی انقلاب گذشته اون همدلی و همبستگی اجتماعی و روحی تعاونی که تو جامعه وجود داشت به پراکندگی و جدایی کشیده و ما فکر میکنیم که ورود ما باعث وحدت طیف‌های مختلف اجتماعی و همچنین ملیت‌ها میشه و روی انقلاب تأثیر احیا کننده داره. رفسنجانی گفت ورودش با به صحنه انتخابات نقش تأثیرگذار و مهمی
در رفع پراکندگی ها و جدایی ها داره و حضور شما در انتخابات به آن خیلی بار میده. که تلویحا منظورش مشروعیت بود، چون که برادر تنها کاندید نسل انقلاب و تنها کاندید زندان رفته و محکوم به اعدام در زمان شاه بود. در اینجا بود که برادر روی یک نکته اساسی انگشت گذاشتن. اصل جملات به یادم نیست، اما مضمون حرف برادر این بود که به رفسنجانی گفت اگر فکر میکنید که من نباید در انتخابات شرکت بکنم و شما به دلایلی مجبور شوید من از لیست حذف کنید، من حاضر به ثبت نام نیستم. رفسنجانی مجددا تاکید کرد شرکت شما بلا مانع است و بعد برادر مسعود از او خواست که این موضوع باز هم با خمینی در میان گذاشته بشه که ما حاضر هستیم در صورتی که تصمیم به حذف ما دارید داوطلبانه از ثبت نام خودداری کنیم. نکته خیلی جالب و مهم این بود که برادر گفت من به این قانون اساسی رأی ندادم، اما چون فضای مسالمت سیاسی رو میخوام و چون قصد قهر و خشونت نداریم به همین قانون التزام عملی داریم و تلاشمون اینه که آن را با شیوه‌های سیاسی و پارلمانی تغییر بدیم. روز شنبه 15 دی ماه 58 مسعود رجوی رسما به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شد. موضوع صحبت و مصاحبه همونطور که برادرمون گفت مربوط هست به مسئله ریاست جمهوری و کاندیداتوری برادر مجاهد ما مسعود رجوی که امروز رسما در مطبوعات اعلام شد. به این ترتیب با اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری در روز 15 دی ماه 1358 مجاهدین وارد یک کارزار سیاسی جدید شدند. مواضع و صحبت‌های مجاهدین در آن کنفرانس مطبوعاتی را در برنامه بعدی دنبال می‌کنیم.